سلام و صد سلام به شماها که تو پیچ و واپیچ خبرهای سیاسی دنبال موشکافی هستین. موندم امروز چی رو واسه تو موشکافی کنن؟ حرفای عزبار که گفته نظام ولایت قصد جنگ نداره و فراموش کرده که قبلا گفته بود اصلا تهدید جنگ نیست؟ و یا حرفای شیخ فری که بد جوری توهم زده؟ عزما رو میذارم واسه بعد. امشب نوبتی هم که باشه نوبت شیخ فریه. بزن بریم. خوشبختانه در این یکی دو ماه اخیر تلاش پیگیر بسیار خوبی از طرف مسئولین مربوطه بود. مردم تا حدی احساس آرامش میکنن، اما همونطور که میدونیم هنوز مردم مشکلاتی دارن که امیدواریم در بودجه امسال برای سال آینده به بخش مهم این مشکلات پرداخته بشه و مردم با آرامش بیشتری انشالله زندگی روزمره خودشون رو داشته باشن و همه در این زمینه همدیگر رو یاری و کمک کنیم تا بتونیم از این مقطع عبور کنیم. بابا وای 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 وای، معلوم نیست ساقیش کی بوده که اینطوری توهم زده. بالاخره تلاش و پیگیری بسیار خوبی شده یا مردم هنوز مشکلات دارن؟ شما تا به حال دیدین که این شیخ اعتدالی دو تا جمله پشت سرم بگه با هم تناقض نداشته باشن؟ والا ما که ندیدیم. یاری و کمک بله هست، اما برای جارو کردن نظام عبورم انجام شده. نزدیک 14 است که مردم از نظام عبور کردن. هیچ راهی نداریم ما برای سال آینده جز اینکه تولید فعال بکنیم، اشتغال رو اضافه کنیم، با توجه به اینکه خب این فشارها گاهی اشتغالها رو کم میکنه، باید حواسمون جمع باشه، تورم باید کنترل بکنیم. اینا جزو برنامه های اساسی ما برای سال آینده هست. ما باید در کالاهای اساسی همچنان به فکر مردم باشیم، اخشار کم درآمد رو یاری بکنیم. اینا اصول دولت در بحث بودجه خواهد بود. بیا رو که نیست، سنگ پای قزوینه. بین امید درمانی و باید درمانی یورتمه میره. تازه فهمیدی که راهی نداری جز تولید و اشتغال؟ نه بابا، عجب روی داری تو دجال. خب زود باش، فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه خواست کارگره رو بده تا تولیدم شروع بشه. به نظرم بگو مگه بیکاریم؟ کلی تلاش کردیم تولید کشاورزی رو نابود کردیم تا مافیاها بتونن با واردات و دلالی میلیارد میلیارد به جیب بزنن. حالا بیاییم بریم دنبال تولید؟ نخه نخه، ما نمیریم. راجع به منابع این نکته رو از من فقط داشته باشید. منابعمون رو تلاش کردیم به دقت انتخاب بکنیم، بی جهت یک منابع واهی رو معرفی نکنیم که برای او هم هزینه بتراشیم و بعد نتونیم در طول سال اون رو تحقق ببخشیم. اینها رو بر حذر میدارم از اینکه بخوام تحریک بکنن. ما یه مقدار پول محدود داریم، اینکه بگن سازمان برنامه بودجه اونجا پول کم داده، خب ما که از خدامون میخواد که خیلی زیاد بدیم، اما ما یه دستگاه که نداریم، دستگاه‌های مختلف. من استدعا میکنم از رسانه‌ها تو این شرایط تحریم اجازه ندن که بعضی از افراد هر چند از روی دلسوزی تحریک بکنن بخشا رو که مطالبه بیشتر بکنن. یارو نوبخت باشه، بدبختی های نظام ولایت و ریخ رو صفه، میگه آهی در بساط نیست، تحریم نظام رو خفه کرده، ایشالا زودتر. بعدم ترس و لرزش رو از تحریک نشون میده. بابا وای وای، تحریک به چی؟ اونی که ازش میترسی که همین حالا حاضره؟
ها، هفت‌تپه و اهواز. آره آره خودشه. دوستان فعلا خدا نگهدار. شب سایه دام و شب آره.